و من میگویند اگر برده ای را دیدی که خوابش برده بیدارش مکن، شاید آزادی را به خواب میبیند. من برایشان میگویم اگر برده ای را دیدید که خوابش برده بیدارش کنید و باوی از آزادی سخن گویید. و ابتداست با نام بابرکت رب جلیل که راز قلب ها را خوب میداند. سلام بیننده عزیز، من عبدالحی آبرسوم و امشب باز برنامه کاکتوس یک مهمان بسیار جالب و دیدنی و معروف، کسی است که ترنر ورزش فوتبال بوده، یک عمر فوتبالر بوده و چه افتخاراتی که نصیب تاریخ فوتبال افغانستان کرده، بلکه خود یک تاریخ زنده فوتبال است. خوش آمدین آقای میای کارگر با برنامه کاکتوس. تشکر. اول خود سلام. زنده باشید. شما بزرگوارای زیبا و کارمندایتان سلامت. بیا یک صحبت میکنیم دیگه از جانانه. از ورزش. بله. مردم زیبای خود سلام یک تقدیم میکنم، چی در افغانستان است چی در خارج از این بزرگای موی سفیدایی که زمان داود خان فوتبال میکنیم، خاص برشان یک سلام دارم. عزیزم زنده باشی، تشکر. بازم برات خوش آمدید میگیم. پیش از اینکه وارد فوتبال شویم، یادم میاد جوانک بودی، ماشاءالله این قموی داشتی، چی انگشتری های زیبایی داشتی، چی بوتای ساق بلند میپوشیدی، خیلی ماشاءالله به گفته جوان ها امروز ستایلش بودی. بله. امروز هم نام خدا و نمو جوانی و اثراتش مانده. چی دلیل است که هنوز ماشاءالله جوان ماندین؟ مواره هر چیزی که هست خداوند پاک است. ورزش ما بسیار زیباست. مرا خدا نگاه کردین این ورزش دینی می حالت بسیار عالی، بسیار عالی. اما از همه بزرگا و ورزشکارا، از همه کارمندا ورزش کنین که زیبا می سازیتون به خاطر صحت. بسیار. ما این ورزش هفته 4 روز در فدراسیون فوتبال میکنیم. الحمدلله. بله. دمیسن. دمینجا عالم الحمدلله شکر. نام خوب است از نگاهی صحت. بیا که از جوانی ها و نوجوانی ها یکی دیگه قصه کنیم. تقریبا ما شما در عین کاتگوری هستیم. تیم ملی فوتبال افغانستان برای بار اول، شما خود تاریخ زندهش هستند، در کدام سالا در کدام زمان ایجاد شد؟ یک مقدار ما را به اون سالا ببرین لطفا. تشکر. دوران وقت شاه تیم معارف بود. بله. باز به نام یک ترینر ما بود به نام سندیکوف، چون اون زمان دوران محمد ظاهر شاه خدا مخدمت روش بود غالبا این آدم. بله. ما در با اصطلاح سن بسیار خام بود. تیم بی بی تیم نادری عدم کولا استقلال بازی میکردند و بالاخره همی سنیکوف در دوران داود خان سال 52. بله. این خودش یک ترینر معجزه بود. وقتی که زمان توپ رو میگرفت در میدان، شما مشکوکتان میکرد از نگاه تمرین که کدی توپی چی میکنه ای ترینر. بازی ها یک پیشنهاد کرد رئیس المپیک اون زمان وحید اعتمادی بود از خاندان امان الله خان. بله. اعتمادی و خاندان بود. خاندان. بله. بله. باز او گفت که در سال 52 تورنمنت میشد از طرف کلاپا، باز همی سلطان نژن، اگر نامش شنیده باشی. بله. زین الله بودین عثمانی خدا مغفرتش کنه، در آلمان و یکی خسر ما ولی بالر بود به نام شیر کارگر. خب. یا رعایت میساق مگم صلاحیت و مسئولیت کلش در دست ترینر ما امی سمرنوف، امی سندیکوف. سندیکوف. بله. اوکی. اما این یک چیز داشت که عدالت داشت. عدالت از ایش بود که وزیر برای زنگ میزد میگفت گوشه کبان، پول برش میامد میگفت این پول در خانهت ببر. به این معنا که یعنی برش فرمایش میدادن که اینی آدم در فوتبال بگی یادتی. بلکل. و اون نمیپذیرو؟ نه خیر. میگفت من تیم ملی ملتتان جور میکنم به خاطر عزت ملت افغانا، خودم یک گروس هستم. بله. اما ما بی عدالتی رو نمیکنم. و سال 52 یک تیم ملی رو تشکیل کرد، 18 پلیر انتخاب میگه، دو اخ 20 نفر و 30 نفر نبود، 18 پلیر. بعد از این خودش ترنینگ میداد، در کار خودش هیچ کس به اصطلاح مداخله نمیکرد، میگفت تو بیشی مسئولیت ما است، این تیم مسئولیت شم دارم، صلاحیت شم دارم. و خودش که اینال شما میبینین قبلا که همی شاگردای از این دالمان و امریکال موسفه شده مواره، معجزه است. ترینر زیبا شاگرد زیبا تولید میکنه و در نتیجه یک تیم موفق. بلکل. و هر پیلیر هم میدیدین که امکانات او وقت بسیار کم بود. حالا شکر مدرن شده هر چیز. ما تلویزیون نداشتیم. بله.
که ما بریم با اصطلاح تلویزیون های کلانه که حال فعلا دنیای پیشرفته است، دنیای حلم است. ما در لیسی امانی یک کمره رو منداختم و فیلمک های چرخکی 15 میلیمتری بله. بله. یک پرده رو منداخت زمان هایی که بیکن باور بود، جرزینو بود، پلی بود و بله امی میشل پلاتینی ما زینمی یکان اشتباه که داریم از اموجا ما تخنیک چه دوزیم بکردیم. یعنی به شما ورزش های این جهان این مردم نشان میداد روی بله. نوارای فیلم بله. تا شما عملا ببینید عملا بیه. اما از امو فیلم ها کدم و ترینر نازنینه که شاگرد زیبا ما ازش خوش هستم مصفه شدم افتخار شاگرد بزرگوارش هستم با سیلا ما سرمی ترینر خود افتخار میکنم که برای این وطن زیبا بر اولاد از زیبا خدمت کرده شاگردای زیبا را آورد. پس افتخار ایجاد تیم ملی به می آقای سندیکوف می رسد به این روز. بله. خب اون زمان پیش از اینکه تیم ملی ایجاد شود فوتبال چگونه بود؟ کلب ها میگه تیم داشت یا لیسه ها و اینا همین سیستم چگونه بود؟ کلب های شخصی بود. آره. از ما کلب ما به نام اتفاق. اون دوکش بود، پامیر بود، تیم پاس بود. همین کلب ها باز یک تورنمنت می گرفت. بعد از این خودش که تعیت ها بزرگوارا با اصطلاح خودش انتخابات میکرد امو تاریخی که انتخابات میکرد با دمو تاریخ دیگه سال برای یک سال انتخابات بود این او یک خصلت داشت میگفینیم این تیمه که مجور میکنم این مثل فکر کن که یک فامیل است متواتری تمرین داشته باشه که در بین خود این فامیل یک انس بگیره ولی در فامیل میریم و شما اگر ایتون محبت بکنیم زیبایی را بیاریم جان و قربان یک محبت خاص یک نور خدا میباره بشک. اما اونمو ترینر ما یک محبت کتی ما میکرد سالانه ما تمرین میکردیم تو نبود که یک ما باشیم سالانه تمرین میکردیم که کل از یا یک انس میگیره وقتی که در میدان مدرامدن که سیل میکرد هر کس در مو راز خود میفهمید که اینمی امون جا رفته در مو شفر جای خود تبدیل میکرد آجت صدا نبود اما ای بچه های ما، ای استادایی که من خاک پایشان هستم چیزی که داشتن تربیت بسیار زیبا بسیار عالی، مهم سر از این خودتان چی وقت وارد تیم ملی شدین و پیش از او در کجا بازی میکردین؟ ما یک کلب داشتیم به نام اتفاق فامیلی خب، فامیلی به چی معنا؟ یعنی اعضای خانواده؟ اعضای خانواده، اما سه چهار تا از فامیلی ما بود و هر کس میتونست که در تیم ما بیایه خب و این طور ممانعت نبود پشتون، تاجک، هر ملیتی که بود ما میپذیدیم. وقتی نرفا کجا بود عزیز؟ آه بله و خودم در سال 52 که یک اکسم است یک سفر داشتیم نره. در چچنیا اینی بزرگای است که قبلا هم برات یادآوری کردیم بله من برای بینندگان عزیز نشان میدم خب شما لطفا بفرمایین اگر میشه بگوین این فرید شایان میگه این اولی که ازیتون است فرید شایان بله خودش یک نطاقه که راستی بله گوینده بود بله. گوینده بود که همین استدیوم همین صدای ازی با اصطلاح زیبایی رو می آورد واقعا صابر جان روپرور است فعلا در آلمان است بله کریم جان است در امریکا است اسد جان است در امریکا است خودتان هستی ستار جان است خب او نمی فهم این این خورترک که سن نمی بینین بله این همی خادمتان است این سید عظیم شاه است اوکی این ابراهیم جان هاشمی است دارمان است بله این خود سن نیکوف است این وکیل جان عاطفی است بله این استاد عزیز است خدا مغفرتش کنه و بشیر جان ناصری حاجی بشیر فرید جان مولوی زمان جان عثمان از تیم پامیر و فاروق جان مولوی بسیار عالی این کسایی بودند که گویا در اولین تیم ملی افغانستان این تعداد در سال 52 یا انتخاب که شما عضو باشید بله خب اون وقت چی کردین تیم ملی در کجا کجا رفتین مسابقه دادین یک چیز به یاد من میاد که تیم ملی افغانستان فوتبالش خیلی عالی بود مرا یاد من که حتی چند بار تیمای از ایران و این کشورها آمدن و مسابقه میدادن بله تیم فوتبال افغانستان هم به این کشورها میرفت لطفا به ما از بعد مسابقاتتان بگوین که در اون زمانی که تیم ملی ایجاد شد با کیها مسابقه دادین نتایج چگونه بود ما خود در زمان داوود خان سال 52 این سفر ما سفر بعدی ما در کویت بود اما ما اونقدر به اصطلاح گل نمیخوردیم یک صفر اما اون بالا بود
امکانات ما را کس نمیداد. 25 روپا برای ما استاد ابراهیم خدا بیامرزد در پلازا 25 افغانی برای ما اصفیه میداد. دیگه امکانات که دنیا را میته، دنیا که رشد کرده، ورزشکارش، ترینرش، حقوقش یک همه که بالاتر میاد. کویت را میبینین، قطر را میبینین. او وقت ما خودم نرفته بودیم در اون سفر، این اولین سفره که اتحاد شوروی رفتیم، بعد از او بزرگای دیگه ما رفتن. دیگه ما که پس میامدن، میگفت سطح تخلیط دان بالاست، اما امکانات برای ما بسیار کم بود. بسیار عالی. اینجا سوال از این من که باز از نظر فعالیت جسمی، یعنی یا اون انرژی و نیرویی که یک ورزشکار فوتبال داره، تیم ما وقتی که امکانات مادی کم شوه، خود طبعا نسریه و غذا و نرفایشان هم محدود میشه. بلی. یا دارای همون توانایی فیزیکی مادی بودن که بتانن 90 یا 100 دقیقه بازی را بدون خستگی ادامه بتن؟ ولا فیصدی کم. اما او کشوره که یک تیم ملی خود جان خود میده، هر قدر پول بخواه برش میده، عزت میکنه. بله بله بله. ما در 50% امکانات بسیار کم داشتیم دوران محمد داود خان. حال امکانات است، حال مدرن شده فوتبال به خاطر از اینکه امکانات است. اون زمان محمد داود خان در جشن 26 سرطان پاکستان، هندوستان، ایران، به اصطلاح دو تا از خودمون تاجیکستان در 26 سرطان بازی میکردیم. جشن داود خان. جشن داود خان. بله. اما چیزی که داشتیم علاقمند که ملت داره، مردم زیاد به ما احترام میکرد، خود داود خان در سر لوژ میشیشت به ما احترام میکرد، یک پادشاه یک مملکت. واقعا. وقتی او برای تو ارزش بده، ملت بیاز ارزش میده. معلوم داره. او قدر عزت میکرد برای ما. و در سال 52 یک مناسبات پاکستان کمک تیره شد. ما ورزشکار هستیم، ما سیاست مدار نیستیم. خان یادم از بله. بله یا اتیاط خاص. متهمت متاسفانه امو خاموش شد. این پاکستانی ها. ما این مادرم هست. این خاک سخت از جوانی تا بال دوستش دارم. زاده این خاک هستیم و این سپه شده. اون احساسات ورزشکارهای پاکستانی چگونه بوده؟ شما رو ببینید. وقتی که داخل استادیوم میشده نمی دوره فوتبال امو دایره بله. خودش کلشان چرخ میخورد، این خاک زیبا و این مادر زیبای تماچ میکرد. خفه نشین ورزشکارهای پاکستانی، پاکستان تو این ای زیبایی رسی کن. این حال ما این مادر ماست، اما زیادتر ایره محبت بکنیم، اولادشان محبت بکنیم تا اولاد سالم در جامعه تقدیم بکنیم. این خاک ما سخت دوست دارم، سخت برش اخلاص دارم. باید خداوند اگر بخواید دمی مادرم، دمی بغل این مادرم فوق. خداوند شما را طول عمر بده. بیایم پس بریم دو نمو زمانی که به کشورهای مختلف رفتین، عضو تیم ملی بودین، مسابقه دادین، افتخارات در موحده که این تیم توانداش آفریدین. از چیزهای جالب از خاطرات ما که شنیدیم، حتی دوستای ما گفتن خاطرات جالب یقینا دارین. مسابقه داشتین با کشور بنگلادش. بله. یک خاطره اونجا دارین میگن نمور لطفا برای ما بینین، مخصوصا علاقمندای فوتبال بگوین که بله. خیلی جالب از نفس خودش. بزرگوارم اینی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زیبا بوده بیدن. اخلاق زیبا کلگی در پشتش میره. اما اینی فاروق جان مولوی رو شما ببینین بله. بسیار خوش بچه سال 58 این یک بچه بسیار نازنین، اخلاق زیبا، فامیل زیبا. در کل اینمی پیله را ما یکمه که عرفت زبان نداشتم، خفه نشید. کمه که به اصطلاح کنترول نمیتونستم. تون بودی یا نه؟ تون لحجه بودی؟ نه در فوتبال خودت فوتبال میذاری یکمه که استعمال گنده میکده و ایچه را خراب کدی، یک احساساتی میشده. اینمی یک نقص ما در وجود ما بوده. این بچه در تیم برماستیم، مسابقه است کتی برما. بله. یک گل زدیم، سطح تکنیک بالاست. دیگه گل زده مندمی جال که تک میکنه امی فاروق جان مولوی، پس امیده در گل زد، گل شده، برگشته تو برگشت با سده شد. دقیق اکسال عمل بله. برمی انگیزه ای دو سپر پیش است. آره. امی بشر یک در مقابلش یک بیادبی کرد، چون اخلاق زیبا بچه زیبا. این بسیر جان ناصری و علب جان پنشیری یکی یک کمک دمیشار کابل تک و توک و مشت و یا میزد.
این که پیش شد کموتو کدش که زدیشه گرم میافتاد. بسیر جان ناصری یا لدی سپیدت شاید یک روز صدای ما بشنوه. یا هم یک همک احساساتی بود که پیش رفت که زدش که تمی کراته در این میدان افتید. یک لک نفر استیدیوم هم هست. جالب است. افغان هستیم. بله. هرچی داریم یک غرور رو داریم. بله بله. در جنگ خو مخصوصا. بیخی. اون معتاد هستیم در اون. بله. سیاتیزم داریم. دقیقا. اونجا امین سابق شش بیرق بود. شش بیرق در دوره میدان چهار میدان. حال چهار تا شده. ما مقه کلیم کار کرد، من گفتم افغان ها خو کارش ایسته که سوته بازی است. بله. یکی رو شما گرفتین، یکی رو دادم، همین سه چهار تا که نزدیک بود سوته رو گرفتیم، همین توپ زدیم، همین چیزی که در میگیریم آمد همین برما رو زدیم، بزن میتونه که زنده بانه یا پایش بشکنه، دیش که بمره. این تیم برما عقب نشینی کرد، رفتن صاحب در جالیا اونجا کربین بود در بنگلادش، پلیس آمد. ما گفتم واه که هر کدامش میزنیم دیگه اول بالا شده نمیتونم. اونجا فدراسیون فوتبال آمد، اونجا پلیس آمد، پس ما را به اصطلاح یک سلو صفا کرد، جدایتان کرد. دو مساوی شدیم. ما بیرون از استادیوم فوتبال خلاص شد، برآمدیم یک دانه موتر استاد بود، امین کارگر هم کتی ما بود، خود رفتی دیگه رفت دیگه، هم یک پنجابی ما را یک گپ گنده زد. گنده است. هیچ وقت افغان تا گپ گنده نزن. بکشش من گپ گنده نزن. این ما را بالا شده می کارگر آخر بود، مامدلال در جرمنی است. من گفتم برو، یک پنجابی آمد بنگلادشی. گفت شما ای تو مردم هستی که جنگ میکنید در فوتبال هم. یک دو بی ادب شد. گستاخی زد. گفتم کی میگی؟ گفت را کمی میزنمش که تمی قفاق. ای تو یک سیاهی پدنالت بود، یه دست ما هم کندان رو کدام نه بکسر هست و نه دیگه، همی ناچاب میخوره قرب در زمین مفته. لالا که همی موتر حرکت میکنه، چیز سنگسار میشیم، چیزی که خشت هست میخوریم، این بزرگوارا روی سپه شده. تن و پیشوری موتر شیشه زنده مونده، می چیزی که شیشه شکسته. مردم آمه میزد. مردم هم سنگسار شدیم. آره. چرا شما جنگ کردیم؟ حرفایت خیلی قشنگ است عزیزم، از حرفای قشنگت نگاه کو. اگر دلت میشه یک جرعه نوش جان کو، من یک وقته کوتاه میگیرم بدین دای عزیز. ادامه برنامه کاکتوس است با آقای کارگر. مطمئنا حرفای قشنگ دیگه هم داره، ما زود برمیگردیم. بله و باز خوش آمدید میگم ادامه برنامه کاکتوس است با آقای کارگر. خب عزیزم کارگر، جالب خاطراتی داری، بسیار قصه جالب به ما کردی. چی وقت باز از یک فوتبالر رفتی و ترینر شدی؟ یعنی چند سال فوتبال بازی کردی که باز رفتین به ترینری؟ تقریبا ما شش آسیایی رو بازی کردیم، نوجوانان، جوانان و چهار آسیایی رو. بعد از او که از پاکستان من خودم در دیار اجرت رفتم، یک تقدیر بردیم و رو به نام امان شهید یک تیم جور کردیم. ببخشید دیگر از امان به اصطلاح کمونستا بود که یک در اوضاع خراب شد. خب یعنی ما میگفتم به اصطلاح، یعنی اون دوره دکتر نجیب بودیم. پس که آمدیم دیگر با ترینر تیم ملی شدیم در وقت آقای کرزی. در پاکستان چی؟ من اونجا میگه تیمی داشتی و فوتبال. بله. یک مقدار او رو بکنه برای ما بسیار جالب. بنام امان شهید از دست سوخیلای شجدرک، چون از رجان یک برادرش بود، سرمایه‌دار بودم، یک تیم به نام امان شهید جور کردیم. شما باور بکنید بچهای ما در هر رشته یک استعداد خدا داده شد. همین تیما را برای فقط در او میکردیم. با همه ماجرین معلوم با تیمای پاکستان، پاکستان داخل پاکستان بودیم. همین بانگ. این همین مردم های بسیار که پول میگیرن برش ماهانه ماش میتن. باز ما اونجا بسیاریش پیش ما میامد که میتونی ما ترینر شویدم یا بی بانک پول میتیم. میگفت ما بخاطر پول نامدیم. ما شنیدیم میگه شما را تشویق هم میکردن، ترغیب هم میکردن که نرین اینجا باشین و فوتبال برای کشور ما، یعنی اما تو که برای کشور و تیم خود افتخار در شهر پنجاب بود. یک میمان کرد برای یک ماه 1600 کلدار مرا ماش میداد. اما که گفت مرا که خودت افغان است، یک تذکری پاکستانی بگی در اینجا باش، هر چیزی که بخوای. او جماعت جیب ما هیچ چیز نیم، اگم خان
یک لقب خان دارم. خان داره. بله بله. ما گفتم ما بچه افغان هستم، زاده افغان. ما فطرتاً خان هستیم. خان هستیم. چیز برای خوردن نداریم. اما ما خان هستیم. بریم در وطنم که هر چیزی که خانه را کلیش دلار بیتی. ما زاده خاک وطن خود هستم. میریم در وطنم. یعنی اون فرمایش های پاکستانی ها را قبول نکردید. نخیر نی. بسیار عالی. وقتی اینجا آمدین اون وقت باز کرینری را شروع کردید؟ بله در وقت آقای کرزی. اما ترینر تیم کابل الف هر زمان بوده، از ایراد می آمده، از قندار می آمده. با در وقت آقای کرزی کسی نبود، علیم خان کوهستانی رئیس ما بود. باز آقای اکرام شد. ما می ترینری تیم ملی را گرفتیم، امکانات صفر، بنگلادش و نیپال رفتیم، قرقستان بردیم در نیپال. بسیار عالی. در پاکستان 1-0 باختیم، امکانات این دوری بود که شما ترینر بودید. بله. خب دینمی زمان آقای اکرام وارد شد، رئیس المپیک شد؟ بعد از علیم خان کوهستانی آقای اکرام رئیس فدراسیون فوتبال شد. بسیار خب، رئیس فدراسیون فوتبال. بله. خب یک مقدار اون قضایایی را که ما شنیدیم، آیا در وجود اکرام واقعا همونطور بود؟ بعضی قضایا درس کرد، رسانه‌ای شد؟ ولی ما چیزی که در چشم نبینیم، ما خدا را کائنات چه میبینیم میگم الله است. بدون شک. ما شخصا خودم هیچ چیز کسی را ندیدیم. ما چی ناق بگوییم؟ ما شخصا رفیقمون اکرام. بله. خب این حرفا چطور خیه؟ به نظر شما لااقل منیس یک ترنر، منیس یک فوتبالر همیشه راست هم گفتین، صادق هم بودین. بله. خب این که ندیدیم جدا گپ است. خب خداوند ما شما نمیبینیم. بله. ولی او را به قدرتاش میشناسید. بله. اون چیزایی که پشت آقای اکرام بود، مخصوصا دختر خانم های فوتبالر و اینا شکایت های کردن و یادا باعث تعقیب عدلی از او شد. او جوان باز رفت فرار کرد به پنشیر غالبا. بله. پنشیر گوی علاقه غیر بود که کس آورده نمیتونستش. بله. شما شاید از این جریان خواستید. والا او مردم دانش از گرفتن نمیتونه. میگه پردی یک آدم کوک، پردی تا خدا کنه. یک مسئله است. درست. ما هر چی که باشه. ببینین آقای، شما ترنر بودید، منیس استاد فوتبالرها بودید. وقتی یک دختر خانم فوتبالر یکی یا دو تا یک شکایت میکنه، او یکی و دو تا هم نه، اتفاقا چندین تایی کارا کردن. حرف به جای رسید که برای از او دوسیه و سارن والی دنبالش کرد. بلی. و او فرار کرد رفت به پنشیر. بلی. خب لااقل شنیدگی ها چی حد است؟ دیدن خب ما هم ندیدیم، شما هم ندیدیم. بلی. چرا این واقعات نبوده که کسی او را ببینه؟ خب پشت دفترهای درهای بسته صورت میگرفت. بله. خب بگوین برای ما تا چی اندازه را به نظر شما حقیقت داره اون ادعایی را که دختر خانم ها کرده بود؟ والا ما که یک چیز نبینیم هیچ پشت سر کس چیز نمیگیم. چون ما ترنر تیم ملی بودیم، دمو کار وظیفه ما اوقدر پیشام نمیرفتم. ما دمو وظیفه ترنری تیم ملی بودیم. ما دمو نفریگری که برای ما وظیفه میداد، ما در فدراسیون کابل هستم نه فدراسیون ملی، خدمتی بودیم. بسیار اما ما هیچ کدش ارتباط ندارم. بسیار عالی. خب خوب است اگر بینندای عزیز ما در جریان نیستن، لااقل آنچه را که ما شنیدیم و رسانه‌ای شدی بود که این کسی که رئیس فدراسیون فوتبال است، دختر خانم ها شکایت کردند که خب معلوم است که این آقا توقعات و خواهشات نامطلوب و ناجایز داشته و بالاخره تعقیب عدلی شد و به پنشیر فرار کرد. پنشیر مثل که یک علاقه غیر باشه و جالب است که دولت کرزی او را آوردام نتانست. این را خود جریان است. بله. به دنبالش رفتن ولی کس او را آورده نتانست. بلی. خب بگذاریم. منیس یک رئیس چطور بود خود اکرام؟ چی خدمات برای فوتبال کرده تانست در زمان؟ والا ما که دیدیم این امکانات فدراسیون فوتبال یک مدیریت داشتی، اتاقایش جور کرد یا میدان فوتبال تپ و تلاش میکرد، هیچ کس به بی مقصد ولا اگه کتی تن دیوالی کنه. خب معلوم است یک مدیریت داشت، مخصوصا در او دور که کل چیز روی کل چیز همه توجه سونه. بلکل. اما چیزی که زیاد علاقه داشت موتات به اصطلاح پول بود. اگر فیصدی مصرف میکرد 50-50 شاید، من عکس میزنم. بله. او تو استادیوم زیبا برای ما جور نکرد. خب معلوم است طبعا کل ملت میبینه. او تو تعمیر زیبا با او پول در پالی جای داشتیم، من همون تو هتل زیبا برای ورزشکارای ما جور نکده. دیگه پشت پرده را علا میفهمه. درست. امکان داره که از نگاه مادیات زیاد علاقه داشت. صحیح. خب میگذاریم، میایم سر از اینکه تا کدام سال ترنر تیم فوتبال بودیم؟ یعنی آقای کرسل سال اول سال دومش. خب بعد از چی شد؟ با ترنر تیم جوانان شدیم عبدالسال. خب. امریکا میرفتن متاسفانه. چرا از اون تیم ملی برآمدین آمدین در جوانان؟ خودتان خواستین یا آوردنتان؟ آقای کارگر است از آلمان، یک نفرم به نام کلاوس، آقای عسکر لالی
شما باز پرسان کنی شاید نامشم یه آقای اکبرزاده از غر آقا بله علی از غر سید علی از غر دوستی نزدیک ماما هست که من یکمه که مناسبات شما خوبه بالر از بچه زیباست ولی من واقعا دوستش دارم و خود جورنالیست هستم خود اماین کارگر بله. گفت ترینه رسی تجربه کافی داری نسل جوان هم میتونی که تکنیک و تکتیک یاد بدی چون رئیس فدراسیون ما سارن آقای علیم خان کوهستانی بود باز این نسل جوانه که فعلا کلش به اصطلاح خارج است حتی حاجی خلیل یادش بخیر خرید فروش میکردش تربیه زیر دست من بود که چون یک ترینر زیبا داشتم من دعایش میکنم اما نسل جوانه گرفتم این پر تکنیک ساختم خب دیگه سفر داشتیم امریکا متاسفانه قسمت نشد دیگه باز اکمیت من زیاد میکردیم در اول طالبا هم حکمیت میکنید؟ بله جالب است. زمانی که دور اول امارات اسلامی بود شما حکم بودین برای بله. راویدی که ترینر بودین. بله. یک خاطری از اونجا میگه به یاد دارین شپلاق میزدین یا چورکی که همون ترینر میکنه. امورا قلطان بگوین برای ما. ای حافظ آماجان زدران از امون دوره اول یک سلام علیک داره. بله. رئیس مو. بله. او 30,000-35,000 نفر میامد که دوران داودخان نمیامد. حتی دمی دوره اتلتیک میدمون میشته. قضاوت ما قضاوت عادلانه بود بچه مظلوم بودم درد دیدم کوشش میکردم که حق مردم خورده نشه چرا خدا پرسانت میکنه حق از این مظلوم چی خوبی بله اگه بخوری خداوند جزا میده بدون شک ما یک دانه نیکر داشتم نیکرای همی به اصطلاح بایسیکل چسب بود آره او اخی کمه که به اصطلاح ایجاب و ریش و مارسیل میکردی حالا شکر الحمدلله خوبتر است یک کمی راحت گذاشت راحت است کبر نداره که بریا خداوند است یک آدم آمد از این چشمای سرمه کده و دفتر ما در ریاست تربیت بدنی یک طالب جان از دیگه آه خب بسیار اما تو کش کش کده می آیه استادت کیسی خوب قضاوت میکنی و گپا را زد خیلی ترافیکی خو کوی او ما گفت او غروره سه خبره ده تراپی خواهد پا چارایی که دی بله. زی پا میدان که حکم ما زی تراپی نیم حکم ما خنده کرد و بلا نید مور شدی خیلی تراپی کی که این مردم زیاده گه واقعا جالب بود واقعا عالی بود خب از این خاطرات مطمئنن چون یک عمر در فوتبال بودین حرفای زیاده دارین میاییم سر بعد از اینکه شما از ترینری کنار رفتین بله ترینرهای خارجی در این روزا استخدام میشه یا لااقل چند سال پیش امروزه ترینر کی است؟ از کدام کشور است؟ قبلا یک ترینر از کویت آمد آره کارگر جان ما رئیس فدراسیون است از ما عزت ما از قوم ما است که چشبر دو سال پروتوکول کرد امروز خود در دنیای پیشرفته کرکت هم میبینی پلیر را انتخاب میکنی که استعداد داره یا نداره بله یا رونالدو یا میسی یا فوتبالرای زیباره یا در خانه دیدیش که این خوب فوتبالر است خود در میدان میبینیش که زیباست استعداد بالا داره او را خدا میته میگه مفلس به داد بنده توانگر نمیشود هر کس کای نساخت سکندر نمیشود او داد خدا او خدای عالم از خودت دیده اینمی کرامات اینمی استعداد داده دقیق نه هر که سر به تراشد قلندری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند بسیار عالی خب این قطری امو آقای است که تیم فوتبال در کشورهای آسیای میانه از میدان کشید اینمی برادر چرا؟ بود به نظرتان ما خواهد زمین نگاهی که استاد زیبا داشتیم از نگاه روانشناسی یک تیمه که مامورین داریم در فدراسیون در این میدان که همی توپ ایلا کرد من گفتم ولایی برای دیگه چیز آمده یک احساساتی آدم این تکلیف روانی داره تو از قطر شکر پیسه هم داری 18,000 دلار معاش هم میگیری اما عمل صفر ببینین عمل که صفر باشه او تیم نتیجه میده معلوم دار که از او ترینر کدیم شاگردا برش زیبا بازی میکنه زیبا تا شاگردایش یک استعداد خاص از این کده داره بسیار عالی این ترینرها چی گونه خواهی استخدام میشد؟ کارگر جان است رئیس فدراسیون ماست که چی قرار داد میکنه ما خود صلاحیت نداریم اما کارگر ما یک چیز زیبا رو ببینه مثل که قبلا ترینر خود گفت معجزه بود بله 18,000 دلار هم نمیگرفت چقدر هم سفارت برش پول میداد و پولی بسیار کم حالا ما یک انگلیسی تیم زیباست همون با چای آلمان ما استعداد بسیار زیبا داره
اما او را زیادتر که اگه نتیجه میگیره کیس او را رشد بده؟ کیس که نتیجه بگیره؟ او را ترینر که 100% عمل داشته باشه نتیجه میگیره. او خود استعداد زیرو، او بچه های آلمان ما پر استعداد است، او را چطور میتونه که رشد بده؟ بسیار عالی، مهم سر حرف بسیار جالبه. باز به اجازهتان ما یک وقفه کوتاه میگیریم، نفس تازه میکنیم. بینندگان عزیز، ادامه برنامه کاکتوس است با آقای کارگر و ما زود برمیگردیم. اوکی، خوش آمدید میگم دوباره به ادامه برنامه کاکتوس با آقای کارگر. خب آقای کارگر، یک چیز دیگه در ذهنم میگرده که خب این فوتبال ترینرها به این شکل، چرا در افغانستان مثل شما اشخاص دیگه وجود نداشتن که ترینر تیم ملی فوتبال شوند؟ چرا خارجا را باید استخدام کنن؟ ما زندگی ما مظلوم هستم، با کس غلامی نمیکنم. از زمان داود خان تا باله همه تو مردانه آمدیم، مردانه زندگی میکنم، مردانه میمرم در این مادرم. من تو میگیرم که یعنی اگر قرار باشه که کسی ترینر شوه، باید نو به فرموده شما غلامی گونه یک کاری بکنه بلکن. یا نو زیر اثر و فشار بره؟ بلکل نه، طبعا نیمت مربی زیبا داشتیم که میگه گپ دونمو، کسی که پلیر انتخاب میکنی اگر کدام زورگو یا پول میتید اونجا خود حلال کو، اگر غیرتی سی وش کو حق مظلوم نخوری. معلم ما را گفته ما زیر دست ازی تربیه شدیم، خودش لکار پره که برد می آوردی می گفت نه، عزت ملت، ما عزت ملت خود نگاه میکنیم، به خاطر پول نه، به خاطر زور نه، کی برادر بگی نه، هر کس که حقش است خدا حق دوست داره. خدا نگفته که حق بقدار بتی، آشناییت مفت، بنده مسیم است، تو کس خوش استم حق مظلومه بتی از پلیره. شما با زمین کل ملت پرسان کنی از زمان اول امارت اسلامی هم هیچ کس حق مردم نخوردیم. در اون زمانش مرا یک آدم پول میداد، سابق جزگرا بود. بله. ای تو خفه نشین، یک تیم خودت بگیر، یکی از قندار، یکی دیگه بگیر که پول داشتن. بله. مرا یک آدم آمد سبا نپریستم، تقریبا 90% نپریگری را من میکدم. او تو قدرت نبود که ویسل بگیره، برای سنگسارش میکردن. یک برادر اومد که من سبا مسابقه دارم کارگر، من گفتم چی کنم بیادر؟ گفت یک چیزه که میتونم تا. من گفتم چی؟ گفت پول. یعنی چی که برای من را وارد تیم بسار؟ یک پیناتی مایناتی بگه که ما والا شرط زدیم. چی جاله؟ پوله. من گفتم بیادر، یعنی شما از اون اصول اخلاقتان باید تخطی کنین و بلکل پیناتی که نشده باید بگیرین. بلاخره می آدم آمد یک ذره کپی های پیش های دوستمی ها بود، اگه فکرتان باشه. بله بله بطول ایره میخواد در دست با بتک. ما گفتیم بیاده ما ایره نمیگیرم، اونو سبا بیا که کلک مره میبرن. چی میگیم شو بان در جیبیم؟ خفه نشه کل ملت بگم یا ورزشکارا فعلا آمد. همین برادره که پول داده. این پوله چرا گرفتین شما؟ که آنه پایناتی بگی برای من. خب یعنی چرا گرفتین؟ ایره گفتم تو در جیب ما بان، یعنی ما به دست نمیگیرم، خدای ناخواسته دست مرا قطع نکنم. آه تو در جیب ما بان. یه آدم آمد صبح که یه کارگر جان چرا پایناتی نگیرم؟ گفتم چی دادی مرا؟ گفت پول دادم. گفتم کو که ما گرفتیم؟ گفت نه. گفتم در جیبت مونده. ما گفتیم ما یک سر چوک داریم. بله. دمی سر چوک. بله بله. گپ سر چوک گفتیم، ما هر چیزی که میشه در چوک میشینیدیم. بله. تو ملاک رفتیم کیسه برا، یعنی بدنم پیسه که تو رزه در آن بود ملال میخوره دیگه. ما را هیچ کس پول نداره. گفت هم پیسه تا میگیره هم قضاوت آدره. خب یعنی شما اراده نداشتین که اون سوره بگیرین و اونجا پایناتی که نیزوره؟ نه خیلی. بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه ما تا بالا ندیدم کسی را که با ما گفت آدم نمیخوره. ما زمانی که بچه مظلوم بودیم پیسه شیر نداشتیم، در زیر تیم ملی از تمرین میداد خود سنیکو عدست که او میخوردیم در شاورا، یعنی سر دل ما را درد میکنم. ما سخت مظلومانه را تیر کردیم زندگی را. خداوند اجرش به شما بده. بیا یک تصویری از فوتبال امروزی به ما بده. این روزا وضعیت فوتبال افغانستان چگونه است؟ این روزا هم امروز و فردا میگن در قطر مسابقه دارن. اونو جا اگه انگلیسیست ما عملش ندیدیم ترینر. اما سعی کنین که ما یک کمه اینطور خفه نشست آقای کارگر است. اگر این ترینر که از انگلیس آمده رئیسی موجود فدراسیون فوتبال فعلا کسا بله. همی در پالوی ازی اگه بچه های تیم ملی داره ترینر ها لیسانس داره، مردم گرنگ کتش ببره
همکارش باشه، از امی فوتبالرای تیم ملی مشوره بگیره. این برادرها را میبره که خوبم نیست، میگه پرده یک آدم کو پرده تا خدا کچالو رو شوت نکده. او چطور مشاوری از او لندنی بشه از او ترینر؟ امروز ایان چنین یک مشاوره داره که فرمودی تو کچالو را تا شوت بیخی هیچ چیز نیست، صفر. خب پس وضعیت تیم فوتبال باید اون تو که لازم است نباشه دیگه؟ طبعا مسئولیتش کارگر جان ما داره، ما از پیشش برادرانه ما یک موی سپید همی ترینر هست، بچای آلمان ما هست استعداد، از همی خود ما ترینر هست، بچای تیم ملی است، اگر که چمکار شاه نظر زیبا میته و نتیجه خوب میگه. بسیار عالی. گفتن تعداد زیادی از فوتبالرها مخصوصا اونایی که خیلی فوتبالر واقعی بودن امروز در خارج هستن، وا میگه اونجا هم تشکل داشتن کدام تیمی جور میکردن یا یک تیم مشترک می بود برای افغانستان، این قضیه چگونه بود؟ والا ما اینطور معلومات ندارم، از این معاون فنی حافظ آمجانی تقاضای زیاد میکنه. حالا از ما خب اینجا فعلا اون 11 ماه کارمندای ما ماش نگرفته و کدام بودجه هم نداره، اونجا قطر کدام چیز کمک کرده. اما تو که میایی ما در حالت بسیار مظلومانه هستیم، اگر پنج تو میگیره باید یک پنجم می کارمندای ما بگیره. بله، یعنی هر ده انگشت در دهن خود نکن. شکر آرام هم هستیم. من نمیگم هر چیز خدا بتیتان، هر کس خداوند میتان. فیفا بری از وا چیز بودجه میتان؟ والا وجود کدام مسئله تکتش هست یا می مسئله که میای میره ایفسی برای ما از فدراسیون فیفا شخصا با از دوران محمد داوود تابال دمی وطن هستم. ما کبوتر سل هستیم، سیاست مدار نیستیم. همین بودجه ما را اگر ایفسیز یا فیفا یک مشکل داره، مشکلات شاید... بانکیز میگه در افغانستان سیستم بانکی میتونه کمور در رقم مشکل رفع کنه. این یازده ما چرا مشکل آدم در یک در روز پانزده روز یک ماه دو ماه حل میکنه؟ کدام راه نیست که نشه. حتی تو بانک های وجود داره وقتی که اینا پول روان میکنن مثلا هفتوار یا ماهوار به یک بانک خاص، یعنی تو ترانزکشن یا انتقال مطلق قطع نیست، میشه که پول به یک شکل، یعنی امروزه فیفا نمیتونه بودجه برای فوتبال والا تابال 11 ما تابال بودجه ما و کارمندای ما در این حالت اولادش نان میخواه دیگه. کارگر جان ما مسئول است، تا تلاش که نکنی تو در مقصد نمیرسی، اما پشت کار آدم داشته باشه. در اینجا ما شیشتیم اینجا مصاحبه میکنم، چی مشکل است؟ اگر خودت این برنامه رو نگیری و ندوی هر چیز دیزاین نکنی، مرا کجا مردم میبینه؟ خب میدوی پیشتش دیگه. کارگر جان ما باعث موی سفید پیش ما طفل کلام شده، از فامیل ما است، عزت ما است، تا به تلاش بنده ایره اگه کنه خوش میشه. خب یعنی تلاش نیاز داره فوتبال افغانستان. بلکل. بسیار عالی. دقایق اخیر است عزیزم، یکی دو سوال در مورد خودت دارم، ولی پیش از او یک چیزی که هم در ذهنم میگرده که ترینرتان خیلی دوست دارین، با آنکه روس است دعایش میکنین که خدا ببخشش. از دینمی مورد یک چیزی شنیدم، میگه شما دعا کردین که خدا ببخشه، کسی به شما گفت که خود روس است، چرا برش میگی که خدا ببخشید؟ خوی داریم یگان دوره اول همین دوره اول هم فوتبال میکردم در تیم سرمیاش، تیم داشتم هم نفریگری. بله همین فوتبال ما را حافظ آمجان زدران یک تیم آورده بود که تیم مسابقه کرد، یک گل زد و حافظ آمجان یک متل داره، دیدی که واسکتت کردیم اصلا خوب آفتین دوست یک گل زدیم. هم یک نفر آمد بسیار همونطور قلندری مانتون چی شدیدی در پشتو گفت، همین استاد تو کی از مرتون مال چی بگویم ده بلا ده یم قلا ده زبان از دیگه مرتون ما او را ده پرید سکه یه دست ترینر و دست استاد و گوره شاگرد سنگ دیزنگ کوی والا دیر سوک دهی من ده یک ذره احساساتی هم بود مهتم پریده او رو ره اوز خود لو بکم ستایل نشته انرژی نشته نه والا که پریده مهتم او دستنگ خبری مهتم والا خپه نیستی نه خدای دی او بخی بانی بود خدای او بخی والا که سره او شاگر دو گره مگه موروز یک دفعه احساساتی شد که روز دعا میکنم. خود تو گفتی استادت کیست؟ ما منکر نشدم که میکشتم چون
استاد ما از بالای محل داره. بله. تمام دعایش کردیم دیگه. اشرف مخلوقات است. علی علیه السلام میفرماید هر کی به تو دو نکته آموخت حق استادی بر تو داره. بله. هر کی به تو آموخت. بله. یعنی تو نیست که اگر او روز بیا. بله. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. آخرین حرف می است عزیزم که زندگی شخصی چگونه میگذره؟ قدر افتخارات آفریدی، تاریخ زنده فوتبال هستی؟ الحمدلله شکر، شاکر خداوند هستیم، شکر است، قناعت دار. فرزندهای جوانتان اینجا هستن، خارج هستن؟ از ما دو بچه جرمنی است، فرانسه است، یک دختره کلان من فرانسه است، یک بچه ها که خوردم کوره در دنیا که آمده، دمی جنگ آمده، حالا فیرن در ایران است، یک بچه کتیم است دمو. کتی ماشاءالله ماشاءالله. اونایی که مسافر هستن یاد از شما یقینا میکنن دیگه. شما خوب ولال میکنن. قبلا ما $200 از فدراسیون فوتبال میگرفتیم و کارمند تربیت بدنی بودیم. در بست 5 کار کردیم، ماش 10,000 قناعت داشتیم. وقتی کال از تربیت بدنی تقاعد کردیم قانونی، 40 سال خدمت، 65 سال عمر، حالا میتونه ما آدما برای ما اینطور دست ما رو بگیره، ما تشکری میکنم. خداوند دستشان رو بگیره. یقینا فرزندای نیک صالح بزرگ کردین، خداوند اونا را جور و صحتمند داشته باشه، همچنان شما را جور و صحتمند، لباس عافیت باشه. خوشحال ما ساختی، افتخار تشکر. بخشیدی، خیلی قصای جالب کردی. بسیار جا تشکر. شما هم تشکر. 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 زنده باشید. قربانت. خواهش میکنم. سلام. ببینید آقای عزیز، این بود برنامه جالب کاکتوس ما که با آقای کارگر فوتبالیست ترینر متاسفانه چرا به پایان رسید که هنوز حرفای قشنگی داشتیم، ولی خب یار زنده است و بد باقی. تا تقدیم برنامه بعدی همه را به خدای یکتا می سپارم. شب و روز بر همگان خوش باد. تشکر.